رحیم جانباز قطع پار 50% رجب کاظمی هستم. امروز 21/3/1401 برای حمایت از دوست و همکار عزیز من جناب آقای کاویان کریمی آمدیم جلو دادسرای اوین و زندان اوین که متاسفانه به محض پایین آمدن از ماشین ها تک تک یکی دو نفره از بچه ها رو سریعا یگان ویژه که اونجا بود بازداشت کردن و داخل مینیبوس ها قرار دادن و انتقال دادن به پلیس امنیت. البته خدایی در پلیس امنیت بسیار بسیار با ما خوب رفتار کردن، خیلی ازشان ممنونیم، ولی این جناب سرهنگی که اونجا بود، جناب سرهنگ دوستایی، البته مراعات حال منو کرد چون من با عصا بودم، ولی بقیه بچه ها رو بسیار با خشونت و با مشت و لگد بازداشت کردن و آسیب رسوندن. یکی از بچه ها که پاش پلاتین هست دچار آسیب جدی شد و متاسفانه حالش یه مقداری بد شد. به هر صورت این کاری رو که ما شروع کردیم به عنوان غرامت جنگی، تمام خانواده های هدف و ایستادگان باید توجه داشته باشند. انتظار این برخوردها و برخوردهای شدید رو باید بیشتر از این داشته باشیم. ما یه کاری رو انجام دادیم، یه کاری رو شروع کردیم و باید تا آخرش پاش وایستیم. متاسفانه مسئولین جمهوری اسلامی، من یه مثالی رو میزنم که روی شاخه نشستن و با حماقت تمام دارن اون شاخه رو اره میکنن از ریشه، از ته، و این یه حماقت محضه. میخوام بگم به مسئولین جمهوری اسلامی، آقایانی که همچین برخوردهایی رو دستور میدید و دستور برخورد با خانواده ایساگران رو بدید، ما چیز غیرقانونی و غیر شرعی و ناحقی رو نخواستیم. ما یه حق شرعی و قانونی و بین المللی داریم، اونو خواستیم. نه از جیب شما میخواد خرج بشه، نه از بیت المال میخواییم خرج بشه و نه چیزی. این چیزیه که باید از کشور متجاوز عراق گرفته بشه و به خانواده های ایساگران پرداخت بشه. نمیدونم چرا چه نسبت و چه تعصبی نسبت به کشور عراق دارین و مسئولین عراق دارین که ممانعت میکنین از این کار. این کار یه حماقت محض و مطمئن باشین عواقب خوبی برای خودتون نخواهد داشت. سپاسگزارم. ممنونم. مرسی. تشکر.